حزب جمعیت اسلامی افغانستان نقش اساسی در تحولات سیاسی کشور در 4 دهه گذشته داشته است و یکی از پرنفوذترین حزب سیاسی در کشور به شمار می رود. صلاح‌الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر امور خارجه کشور روز شنبه در همایشی در کابل که به منظور چگونگی برگزاری مجمع این حزب در پیوند به اوضاع کنونی کشور را اندازی شده بود، با استقبال از روند گفتگوهای صلح یک بار دیگر از گروه‌های مخالف مسلح دولت خواست که بر روند صلح یک جا شوند. جمعیت اسلامی همان گونه که در گذشته از هیچ تلاشی در جهت تأمین صلح عادلانه و پایدار دریغ نورزیده، از روند گفتگوهای صلح با طالبانی که از جنگ و خشونت دست می کشند و همچنان از پیوستن دیگر گروه های مخالفی که در این اواخر با دولت وارد گفتگو و مذاکره شدند استقبال کرده و استقبال می کنند. رئیس جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر امور خارجه کشور می گوید که کمکاری ها در راستای تطبیق موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی صورت گرفته است. آقای ربانی با اشاره به برگزار نشدن لوی جرگه قانون اساسی و انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ثبات آینده را در گرو برگزاری انتخابات شفاف می داند. جمعیت اسلامی افغانستان از رهبران حکومت وحدت ملی به صورت جدی می خواهد که با وجود تأخیری هم که صورت گرفته است در جهت تحقق این تعهدات گام بردارد، زیرا ثبات آینده کشور بستگی به عملی ساختن تعهدات موافقتنامه حکومت وحدت ملی ارتباط دارد. رئیس جمعیت اسلامی افغانستان با اشاره به شهادت رسیدن مسئول جوانان جمعیت اسلامی در ولایت فاریاب از سوی جنگجویان حزب جنبش ملی از اعضای رهبری این حزب درخواست کرد که از خشونت دست بکشند و راه گفتگو را در پیش بگیرند. از جنبش ملی خواسته می شود که به جای تکیه بر روش های خشونت آمیز به مفاهمه و مذاکره روی آورد تا مشکلات از طریق گفتگو و مجاری قانونی حل شود. استمرار شیوه های خشونت آمیز جز پیچیده ساختن اوضاع و زدودن زمینه های صلح و همزیستی نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت. در این راستا از حکومت وحدت ملی نیز می خواهیم که حوادث ولایات شمال کشور به ویژه حوادثی را که منجر به شهادت چند تن از اعضای جمعیت اسلامی و رئیس جوانان این حزب در ولایت فاریاب انجامید بیشتر و دقیق‌تر مورد بررسی قرار داده و عاملان این حادثه را به پنجه قانون بسپارد. در حال رئیس جمعیت اسلامی افغانستان از روند صلح با طالبان و دیگر گروه های مخالف مسلح دولت حمایت می کند که هفته گذشته رهبر گروه طالبان در پی عملات هوایی هواپیماهای بی سرنشین آمریکا در خاک پاکستان کشته شد و آگاهان می گویند که با کشته شدن او فرصت مناسب برای آزر کردن مخالفان به میز مذاکره انبار شده است.